چگونه کیس داشته باشیم تا درخواست پناهندگی ما قبول شود. بسیاری از پناهنده ها با آنکه مشکل جدی دارند و جانشان در خطر است، اما درخواست پناهندگیشان رد می شود. برعکس خیلی هایی که از سر شوق به اروپا آمدند، درخواست پناهندگیشان مورد قبول قرار می گیرد. مشکل در کجاست؟ دلیل اصلی در کیسی است که شما بیان می کنید. اگر کیستان خوب نباشد، حتی اگر جانتان هم در خطر باشد، باز هم جواب رد می گیرید. افغانستان ژورنال این بار معلومات را در مورد یک کیس خوب و شیوه ارائه آن برای شما بیان می کند. شیوه بیان کیس باید بسیار با وضاحت، بدون سکتگی و روان دلیل این که زندگی شما در خطر است را بیان کنید. بالای گپی که می زنید حاکمیت داشته باشید. حتی اگر یک قضیه واقعی است و زندگی شما واقعا در خطر است، با آن هم باید اول خوب فکر کنید، بعد کیس خود را بیان کنید. جزئیات در مورد کیس خود را ارائه کنید، اما از حاشیه‌روی های زیاد پرهیز کنید. شما باید طور کیس خود را بگویید تا طرف مقابل بالای شما اعتماد کند. دوگپن نشوید و کیس خود را تغییر ندهید. از کلیگویی پرهیز کنید. مثلا نگوید که ناامنی بود و جانم در خطر بود، بنابراین خیستم آمدم اروپا. این گونه کیس بدون درنگ جواب رد می گیرد. چون دولت‌های اروپایی نمی‌توانند تمام نفوس افغانستان را به خاطر ناامنی به اروپا انتقال دهند. باید یک دلیل مشخص باشد که چرا، چیگونه و چی وقت جان تو در خطر افتاد. دلایلتان منطقی باشد. حتی اگر شما اسناد هم نداشته باشید مهم نیست. مهم این است که طرف مقابل، کسی که نماینده دولت اروپایی است، او باید بالای حرف شما اعتماد کند. دلیل اقتصادی مثل بیکاری، غریبی و کمک به خانواده اصلا قابل قبول واقع نمی شود. اگر شما بگویید که بیکاری بود و آمدم که خانواده خود را کمک کنم، شما جواب رد می گیرید. چون دولت‌های اروپایی استدلال می کنند که در جهان میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابراین نمی شود که همه بیکاران و فقیران جهان را پناهندگی دهیم. در کیس خود زیاد از دروغ استفاده نکنید، بخصوص در مورد کار و محل زندگیتان. مثلا اگر شما به دروغ بگویید که من در هلمند زندگی میکردم، از شما میپرسند که نام چند همسایتان را بگیرید. اگر شما از پیش خود نام چند نفر را بگیرید، بعد در جریان مصاحبه باز هم این سوال را تکرار میکنند، آن وقت ممکن است از پیش شما اشتباه شود. وقتی به اروپا می آیید برای رفتن نزد اداره مهاجرت یا پلیس جهت درخواست پناهندگی، عجله نکنید. اول خوب پیش خود فکر کنید. کیس خود را بسازید، با دوستان و آشنایان مقیم آن کشور مشوره کنید، بعد بروید و خود را تسلیم کنید. در غیر آن ممکن است در بیان کیس خود با مشکلات جدی مواجه شوید. اگر در این مورد معلومات بیشتر می خواهید، در بخش نظریات با ما شریک سازید. رامش آرمان، افغانستان ژورنال.